تازه ترین گزارش فاو، سازمان خواروبار و کشاورزی سازمان ملل متحد نشان می دهد که بیش از 6% جمعیت ایران با مشکل سوء تغذیه مواجهند. به گزارش همکارم در این زمینه توجه فرمایید. ناامنی غذایی استانهای کرمان، کهکلویه و بویراحمد، خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان، هرمزگان، خوزستان، بوشهر و ایلام را تهدید میکنند. بر مبنای یک گزارش تازه ترین گزارش فاو، سازمان خواروبار و کشاورزی سازمان ملل متحد که با عنوان وضعیت امنیت غذایی و تغذیه در جهان جایگاه کشورهای مختلف را از نظر امنیت و ناامنی غذایی بررسی کرده است، ایران در میان 167 کشور جهان رتبه 90 را دارد. به این معنی که وضعیت امنیت غذایی دست کم در 89 کشور جهان از ایران بهتر است و 77 کشور جهان نیز نسبت به ایران وضعیت وخیم تری دارند. بر اساس این رده بندی، ماداگاسکار بالاترین میزان سوء تغذیه در جهان را دارد، به طوری که بیش از 51% مردم این کشور با ناامنی غذایی مواجهند. کمترین میزان سوء تغذیه نیز در کشورهای امارات متحده عربی، اتریش، چین، فرانسه، آلمان و آمریکا گزارش شده است. در این کشورها کمتر از 2.5% مردم سوء تغذیه دارند. سوء تغذیه کودکان را بیشتر از دیگر گروه‌های سنی هدف قرار می‌دهد. گزارش اخیر فاو نیز نشان می‌دهد که در سراسر جهان نزدیک به 150 میلیون کودک زیر 5 سال دچار فقر غذایی هستند و به همین دلیل فرایند رشد آنها مختل شده است. در ایران به دلیل نبود سازوکار مشخص و کارآمد از افرادی که دچار ناامنی غذایی‌اند، آمار دقیقی وجود ندارد. به همین ترتیب شماره کودکان مبتلا به سوء تغذیه نیز مشخص نیست. با این حال مقام های دولتی اذعان کردند که خطر سوء تغذیه 8 استان کرمان، کهکلویه و بویراحمد، خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان، هرمزگان، خوزستان، بوشهر و ایلام را تهدید می‌کند. البته این به آن معنا نیست که ساکنان دیگر استان های ایران امنیت غذایی دارند، بلکه آشکار می‌کند این 8 استان بیشتر در معرض خطر هستند. مسئولان دولتی مدعی‌اند که در قالب برنامه‌ای حمایتی که از مهر 1402 آغاز شد، برای 5 دهک اول ماهی 1,000,000 تومان و برای دهک‌های 6 و 7 ماهانه 600,000 تومان اقلام غذایی مورد نیاز کودکان از طریق کالابرگ توزیع می‌کنند. این برنامه به رغم تبلیغات گسترده دولتی‌ها دو ابهام اساسی دارد. ابهام اول درباره میزان یارانه غذایی کودکان است که با توجه به نرخ تورم جوابگویی نیازهای آنان نیست، و ابهام دوم این که وزارت بهداشت نزدیک به 180,000 کودک را واجد شرایط دریافت این کالا برگ دانسته است، حالان که شمار کودکان درگیر با ناامنی غذایی در ایران چندین برابر بیشتر از این تعداد است. بر اساس گزارش روزنامه دنیای اقتصاد، در حال حاضر یک خانوار 3 نفره برای خرید سبد حداقلی از میوه در ماه باید بین 1,200,000 تا 2,800,000 تومان هزینه کند. تأمین این مبلغ برای کارگری که زیر 10,000,000 تومان حقوق میگیرد امکان پذیر نیست و باعث می شود افراد از تهیه میوه و در نتیجه تأمین ویتامین های لازم صرف نظر کنند و به مواد غذایی ارزان و با ارزش غذایی پایین روی بیاورند. البته فقط میوه و سبزیجات نیستند که از سبد خرید مردم حذف شدند. فعالان اصناف در بخش های مختلف بارها خبر دادند که تقاضا برای خرید گوشت قرمز، مرغ، تخم مرغ، برنج، لبنیات و حتی حبوبات نیز کاهش یافته است.
از امید فراغت، خبرنگار و فعال رسانه‌ای از تهران، پیرامون این گزارش دعوت به عمل آوردیم. آقای فراغت، سلام و عرض ادب دارم خدمتتون. آقای فراغت، گزارش فاو رو در رابطه با سوء تغذیه 6% از ایرانیان رو دیدیم و شنیدیم که البته گفته میشه آمار واقعی بیش از اینه. بفرمایید چرا در ایران با این همه ثروت و منابع چون این وضعیتی پیش اومده؟ درود و ادب و احترام. من این گزارشی که شنیدم واقعا احساس تأسف دارم و خیلی ناراحتم، چون انقلاب اسلامی به وجود اومد که عدالت، آزادی و رفاه رو برای مردم به وجود بیاره، اما الان این گزارش نشون میده که 8 استان کشور و 6% جمعیت ما اگر آمار واقعی باشه در سوی تغذیه. من برای پاسخ به سوال شما میگم که سیاست های اشتباه ما رو دچار این مشکلات عدیده کرد. میخوام با دو تا مثال بزنم. فکر کنم که این ایام شما هم دیده باشید که یک فیلم وایرال چون سرنگ بود که 12 میلیون حقوق میگیره، 9 میلیون داره اجاره مسکن میده. داشت سوال میکرد از مسئولان که با 3 میلیون تومان چطور میتونه زندگی کنه، چطور میتونه به قول گفتنی تغذیه خودش و خانوادهش رو فراهم کنه. این خیلی آزاردهنده بود، این فیلم وایرال هم شده. نکته دوم که خودم درگیر بودم، یک مراسم جامعه‌گان 40 رو در شهرهای ایران دارن انجام میدن، 3-4 سالیه. امسال خودم با چشمان غیر مسلح و وضوح دیدم خانواده های تمام آذوقه هایی که داشتن میدادن رو جمع میکردن تو شما برای نشون میداد که این فرق خیلی آزاردهنده شده. واقعا تأسف بودم. خانواده هایی که هر آنچه که داشتن میدادن تو این موکب ها جمع میکردن تو مشما برای خودشون که حداقل بتونن یک هفته ای رو زندگی کنن از این طریق. و فکر میکنم این دوتا مثال عینی کمک کنه که چرا این مشکلات رو داریم و چرا 6% جامعه ما دچار سوء تغذیه است. بله، ممنونم از همراهیتون. با تشکر از امید فراغت، خبرنگار و فعال رسانه‌ای از تهران که پیرامون این گزارش دعوت ما رو پذیرفتن.